پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را نصرت بده. جهل و ظلم، گروه ها و شکستنی ها، شرک و گمراهی احوال چنین بود. پس الله سبحانه و تعالی با دمیدن صبح نو و با نور آن ظلمات ها را نیست و نابود کرد. محمد رسول الله است، پروردگارش او را چنین وصف کرده بود و البته تو دارای خلقی بزرگ استی. پس بر او صفت های کمال و فضیلت های نیک جمع گردید، صفت هایی که هیچ کسی از بشریت به آن نائل نگشته بود و در حقیقت ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه مردم دیده عقل کامل، نفس بهترین، صدر کشاده، حیای سخت و با شجاعت ترین شخص بودند و خاکسارترین مرد در این دنیا بودند و به اهل خود یاری داده لباس هایشان را می دوختند، مسلمانان و غیر مسلمانان را زیارت می کردند، بیماران را عیادت کرده در حقشان دعا می کردند، روز قور و به همه کار استوار بودند، بین مردم عادلترین انسان بودند، دوست فقیران و مسکینان بودند، نسبت به زنان و کودکان انصاف می کردند، رحمتشان حتی به حیوان ها می رسید و حتی غیر مسلمانان پیامبر صلی الله علیه و سلم را تعریف و ستایش می کردند. یکی از آنها گفت: ما اهل اروپا با این همه فهم خود با اون چیزی که محمد رسیده است ما نرسیده ایم. دیگری گفت: همه این عالم به فکر محمد نیاز دارد. بعضی ها گفتند شریعت محمد به سبب موافقت کردنشان همراه با عقل و حکمت بر جهانیان حکمران می شود و ما برای پیروزیشان فضیلت و شرف آنها را در بین مردم پهن کنیم. بیایید پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم شده امرهایشان را اجرا بکنیم، دفاع از شریعتشان کرده از شبهات دوری جوییم. اگر فضل پروردگار به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم نمی بود، میانه رو در رساندن رسالت به سوی بندگانش نبودند. لیکن این فضل است، جهان به آن شکر کرده باید آن را ترک نکنند و نه فراموش کرده و ضد او نجنگند. به تحقیق عمر خود را بهر امتشان صرف کردند و این کافی نبود، بلکه از پروردگارشان خواستند که در روز قیامت آنها را شفاعت بکنند. الله تعالی فرمود: ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای جهانی.